proclaimed July 20th, 2021 as Abbas Karimi Day in the city of Fort Lauderdale. معلولیت ناتوانی نیست. 20 جولای در فلوریدای آمریکا روز عباس کریمی نامگذاری شده است. شناگر معلول کشور که در افغانستان نه قدر داشت و نه کسی به او اهمیت میداد. پس از قهرمانی های پیهم برای اولین بار مسئولان شهر در ایالات متحده آمریکا 20 جولای را به نام عباس کریمی شناگر افغانستان نامگذاری کردند. به گزارش روزنامه اطلاعات روز، صفحه رسمی تویتر مربوط به شهر فورت لاندردیل، شهر ساحلی ایالت فلوریدا آمریکا با نشر تصاویری به این مناسبت گزارش کرده است که از روز 20 جولای سال 2021 میلادی زیر عنوان روز عباس کریمی در آن شهر تجلیل شده است. شهر ساحلی دارای مکانهای مشهور برای رقابت‌های بین المللی و ورزش شنا. مسئولان این شهر در روز تجلیل از مهاجرت این افتخار را به نام این شناگر جوان کشور ثبت کرده است و از او به عنوان یک پدیده و استعداد نام بردن. این دستاورد جدید عباس کریمی جوان 22 ساله شناگر افغانستانی در آمریکا است که مورد استقبال قرار گرفته است. جوانی که در کشورش با بی‌مهری فراوان روبرو شد ولی هرگز در برابر ناملایمات زندگی تسلیم نشد. او که بعد تلاش‌های فراوان موفق به کسب سهمیه پارالمپیک شده است، قرار است در ماه آینده در رقابت‌های پارالمپیک سال 2020 توکیو که به علت کرونا در سال جاری یعنی سال 2021 برگزار می‌شود نیز شرکت کند. عباس کریمی جوان شناگر افغانستانی از ولایت بامیان است که بدون دست به دنیا آمده است. کریمی با آنکه دست ندارد اما تاکنون در چندین رقابت‌های ملی و جهانی شرکت کرده و مدال طلا را به گردن آویخته است. ضرب المثل داریم که می‌گوید معلولیت ناتوانی نیست. عباس کریمی در عمل این را ثابت کرده است که معلولیت مانعی هیچ پیشرفتی بودن نمیتواند. او سالهاست که با قهرمانی هایش میان ورزشکاران و معلولان به یک نمونه از موفقیت در جهان تبدیل شده است. هرچند که رسیدن به این مرحله اصلا آسان نبود و با سختی های فراوان نیز روبرو شد. کریمی هنوز خردسال بود که توجه اطرافیانش را به خودش جلب کرد. نوشتن و رانندگی با پا را در میان کوههای سر به فلک بامیان او را به فرد متفاوت تبدیل کرد و تشویق‌های اطرافیانش نیز به او انگیزه داد. هرچند که بسیار زود از مکتب دلزده شد ولی در نهایت جایگاه اصلیش را در جامعه پیدا کرد. او در مدت بسیار کوتاه توانست که مهارت‌های شنا را کم کم یاد بگیرد. بعد از آن که کم کم به صورت حرفه‌ای شروع به ورزش شنا کردن زیر نظر مسئولان تیم ملی و بازی کشور فعالیت‌هایش را جدی و به صورت منظم پیش برد و در نهایت برای نخستین بار از میان معلولان مدال طلا به دست آورد. کریمی در سال 2013 میلادی در رقابت‌های بین‌المللی شنا در ترکیه زیر عنوان معلولیت ناتوانی نیست شرکت کرد و در میان ورزشکاران از 35 کشور جهان مدال طلا را به گردن آویخت. در رقابت‌های مکزیکو سیتی در سال 2017 نیز او مدال نقره گرفت و در سال 2018 نیز در رقابت‌های جهانی شنا در شهر ایندیاناناپلیس آمریکا قهرمان شد. در ادامه قهرمانی ها کریمی در سال 2019 با شرکت در یک رقابت سرتاسری میان ایالتی آمریکا در 4 سبک شنا به مقام قهرمانی رسید و 4 مدال طلا نیز به گردن آویخت. این مدال ها و قهرمانی ها راه او را برای شرکت در مسابقات پارالمپیک توکیو 2020 که حالا در سال 2021 برگزار می شود باز کرد. اکنون قرار است که ماه آینده در رقابت های المپیک توکیو شرکت کند و امیدوار است که بتواند در آن نیز قهرمان شود. کریمی از 2 سال پیش گفته بود که برای شرکت در رقابت‌های پارالمپیک توکیو آمادگی می‌گیرد. عباس کریمی حالا در جایگاهی رسیده است که هم خانواده و هم مردم کشورش و حتی جهانیان به او به چشم یک الگو نگاه می‌کنند، به چشم یک قهرمان تکرار ناشدنی و به چشم یک پدیده نایاب. او نمونه شجاعت و تلاش است. هرچند که کریمی در کشور خودش و در خاک خودش و در زادگاه خودش قدر نشد و همیشه به علت نداشتن دست توهین و تأخیر شد، ولی هرگز در برابر ناملایمات زندگی تسلیم نشد و اینک فرسخ‌ها دور از کشورش و چشم یک قهرمان احترام می‌شود.